سلام سلام، درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر در ایران و کشورهای دیگه هر کجایی که هستید. جمشید چالنگی هستم از واشنگتن با شما خواهم بود در ساعت پیش رو. آنچه در تهران میگذره، سفر رهبران حماس و جهاد اسلامی به تهران چه هزینه برای مردم ایران داره، آنچه که علی خامنه ای در این زمینه گفت که شما کاری که برای ترویج اسلام کردید بی سابقه است و پرچم اسلام در دست شماست و ترویج اسلام شما باعث شدید، یعنی قتل و کشتاری که انجام شده، جنایاتی که حماس مرتکب شد در با گذشتن از دیوار امنیتی اسرائیل و پیامدهای اون، بمبارانهای غزه و ورود نیروهای اسرائیلی به غزه و قتل و کشتاری که جریان داره. همه اینها هدف ظاهرا اونطور که خامنه ای گفته ترویج اسلام بوده و هست. پیش از اون علی خامنه ای در آنچه که مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری پزشکیان بود گفتش که صحبت هایی کرد راجع به تنفیذ حکم موضوعات مربوطه و در عین حال حمله کم سابقه ای در واقع به پادشاهان پهلوی، رضا شاه پهلوی و محمد رضا شاه پهلوی. آنچه که گفت به گواه پژوهشگران و کسانی که سر در تاریخ معاصر ایران دارن دروغ های بی اساسی بود که اینکه رضا شاه پهلوی زد و کشت و چنین کرد و چنان کرد، اقداماتی که خود جمهوری اسلامی 44 سال هست بر سر مردم ایران آورده و همچنان مردم ایران گواه هستند. و این صدای پرتنین زیر آسمان ایران رو که رضا شاه روحت شد، خامنه ای متوجه نشد، یا اگه متوجه شده به روی خودش نیبود. حتی کسی مانند اکبر گنجی هم اقدامات رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی رو فهمید، اما علی خامنه ای نفهمید. دو میهمان داریم در آمریکا و کانادا، آقای عرفان قانعی‌فر نویسنده و تحلیلگر سیاسی دورتر از ویرجینیا در تورنتو، آقای بابک شکرابی تحلیلگر سیاسی با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگه. خوش آمد به هر دو مهمان، آقای قانیفت و آقای بابک شکرابی. خوش آمدید و آغاز میکنیم. بذارید از اینجا شروع کنیم که این حراس و نگرانی علی خامنه‌ای نشوننده چه ابعادی از محبوبیت رضا شاه پهلوی است در میان نسل جوانی که بعد از انقلاب به دنیا آمدن و دیدیم که گفتن و شعار سر دادم. آقای قانیفر، عرض ادب و احترام خدمت شما و بینندگان عزیز ارجمند و مهمان گرامی جناب شکرابی. عرض کنم که نسل جدید ایران متوجه شد که شاهان پهلوی، در درجه اول رضا شاه در مقام اول به خاطر اینکه اولین پادشاه پهلوی بود، در مدنیت و فرهنگ ایران تلاش بیوقفه ای انجام داد و در واقع میشه گفت که زنده کننده میراث فرهنگی و اندیشه ایرانی است. این نکته بسیار حائز اهمیتی است، چون ملای شیعه در واقع نقش نابود کننده تمدن و خرد و اندیشه ایرانی رو داشت و بعد خامنه ای با این سخنرانی میشه گفت نمایش فرومایگی زبونی و حقارت خودش رو در برابر شاهان پهلوی به نمایش گذاشت. خیلی بی تعارف تنها چیزی که میشه بیان کردیم مسئله رو، چون شاهان پهلوی یک افراد ایرانی میهن پرست بودن که جامعه رو تشویق کردن مبنی بر این که از قهقرا و فلاکت و عقب ماندگی خارج بشن و به سوی تمدن و خرد و اندیشه ایرانی یا همون تمدن بزرگ سوق داده بشن. ولی خامنه‌ای و دستیارانش و خمینی و غیره جامعه ایران رو به قعر وحشت بزرگ هدایت کردند. بنابراین من فکر می‌کنم که این سخنرانی خامنه‌ای به نفع
در میشه گفت بازیافت برند پهلوی شد، چون جامعه ایران متوجه شد که در اوج حقارت همچین سخنانی گفته شد که اساس و پایه تاریخی نداره. لااقل رضا شاه برای رشد فرهنگ ایران دانشگاه تهران درست کرد، فرهنگستان درست کرد، بزرگداشت فردوسی گرفت، آموزش و پرورش رو به صورت مدرن در آورد. ولی ملا چه چیزی برای رشد و ترقی و اندیشه ایران انجام داده؟ هیچ. چه کاری رو انجام داده که مردم ایران برگشت بکنن به خرد و چیستی و کیستی و کیان واقعی خودشون؟ هیچ. بنابراین من فکر میکنم از اون جهت اگه نگاه بکنیم یک نوع تشویق جامعه ایران به ویژه نسل جدید به خوانش بهتر تاریخ پهلوی و تاریخ هویت ایرانی بود. خوش آمدید دوباره آقای شکرآبی و نگاه شما آنچه که در مراسم تنفیذ، حالا این تنفیذ هم بماند چه جور کلمه ایست که به کار برده میشه در همچین مراسمی، بماند آمده و حمله رضا شاه نشوندنده چیه؟ نشوندنده میتونست چرا به ناصرالدین شاه حمله نکرد؟ چرا به احمد شاه؟ رفتگان تاریخ معاصر ایران، محمد رضا شاه پهلوی، رضا شاه پهلوی نیستن در این جهان. هر حراسش از چیه؟ درود عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون، همینطور جناب قانیفر و بینندگان محترم. ببینید خب چند وجه میشه به این قضیه نگریست. یکی اینکه خب همونطور که شما به درستی اشاره کردین، رضا شاه بزرگ، محمد رضا شاه بزرگ سالها از فوت اونها در گذشت اونها گذشته، ولی اون چیزی که اونها به ارمغان برای ایرانیان باقی گذاشتند دستاوردهای دولت شاهنشاهی پهلوی بوده که اون دستاوردها ابزاری شده برای مقایسه ملت ایران که کارکرد جمهوری اسلامی یا در این مورد خاص عدم کارکرد جمهوری اسلامی رو بخوان با اون مقایسه بکنن. وقتی که یک ملت ابزاری برای مقایسه داشته باشه، این موضوع بزرگترین انگیزه میشه که بخوان برای اونها گذر بکنن. بنابراین حمله خامنه ای به محمد رضا شاه و رضا شاه به واقع دفاع از دستاوردهای نداشته خودشه، البته به شکل مذبوحانه. در این حال شما نگاه بکنین یک دستگاه تبلیغاتی عریض و طویل در اختیار جمهوری اسلامی بوده، در اختیار علی خامنه‌ای در 30 سال گذشته، از رادیو تلویزیون، ابزارهای تبلیغاتی، خواننده‌های اجاره‌ای و غیر وزالک بگیرین، همه این ابزارها تلاش کردن که تاریخ معاصر ایران رو به شکل دیگه جلوه بدن. ولی علی‌رغم همه اونها، اون جوانانی که بعد از انقلاب به دنیا اومدن، اکثریت افرادی که در خیابان ها بودن زیر 30 سال بودن بر اساس مشاهدات میدانی، و ما می‌بینیم افرادی هستن که بعد از حتی به رهبریت ایستن خامنه ای به دنیا اومدن و خامنه ای نتونسته با تمام امکاناتی که داشته و تمام اون دستگاه عظیمی رو که در دست داشته بتونه این افراد رو قانع بکنه که از حکومتش دفاع بکنن و اینکه خودش مجبور بشه وارد صحنه بشه و بخواد به خاندان پهلوی و دستاوردهای اونها هم بکنه، بنگر زبون بودن اون بنگر این هستش که واقعا اون دستگاهی که ازش خواست استفاده بکنه نتیجه نداده و به عنوان آخرین فرد وارد صحنه عمل شده. اما خب مردم برای خامنه‌ای اهمیتی قائل نمیشن. نکته پایانی رو برای منی که طرفدار سیستم پادشاهی هستم، واقعیت قضیه اینه که اون دستاوردهای رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی در سیستم پادشاهی استمرار پیدا کرده و اون اعتبار به شاهزاده رضا پهلوی میرسه. از این جهت هستش که من پادشاهی خواه معتقد هستم که سیستم پادشاهی سیستمی هستش که یک نوعی استبیلیتی، یک نوع ثبات رو میتونه در سیستم ایران به وجود بیاره، سیستم سیاسی ایران به وجود بیاره، و این نمونه هستش که من میتونم متذکر بشم بشه. همچنین اگر که خاندان پهلوی دستاوردهایی نداشتن، قد مسلم اون عدم اعتبار به ودیه گذاشته میشه، یعنی ابزاری بود برای مردم که بخوان بسنجن عمل کرده یک خاندان. خب شما به طور کوتاه بفهمید وقتی میگید سیستم پادشاهی یا نظام پادشاهی میتونه امنیت برای ایران بیاره، به اولا چرا از نظر شما جمهوری نمیتونه در ایران؟ فرض رو بر این بذاریم که رضا شاه بزرگ رئیس جمهور بودن و دستاوردهای متعددی هم داشتن در طول ریاست جمهوریشون، اون به هیچ عنوان اون اعتبار نمیتونست انتقال پیدا بکنه به عنوان یک نوع سیستم حکومتی. در همون شخص خلاصه میشه، در همون مقطع زمانی خلاصه میشه. امروز که ایران با یک همچین بحرانی روبرو هستش، این سیستم پادشاهی هستش که میتونه یک آلترناتیو حکومتی رو ارائه بده
به یک چشمندازی از اینکه راهکارهای سیاسی اجتماعی اقتصادی چگونه خواهند از این جهت ارزیابی. بله. البته شرکت به دستگاه تبلیغاتی و حکومت تلویزیون اشغال شده ایران آمدن سریالی ساختن درباره رضا شاه پهلوی که در واقع نتیجه عکس داره، برای اینکه کردار قلوب آمیزی رو هم به رضا شاه پهلوی نسبت دادن که آخوندها رو زیر مشت و لگد میگرفته و جوانانی که دل خون دارن از آخوندها گفتن عجب آدم جالبی بوده و خیلی هم اثر گذاشته، که البته رضا شاه چون این کارهایی رو نمیکرد، چون کارهایی رو گرفتاری و مسائل اینقدر زیاد بود که وقتی چون این کارهایی نبود و در نظر نتیجه عکس داد و در واقع اون چرا که حکومت میخواست وانمود کنه که اگر به آخوندی مثلا کتک زدن مردم میگن واو چه آدم بدیش، این نتیجه به دست نیمد. شما بفرمایید آقای قانیفر، در این زمینه این نگاه جوانان به جوانان ایران به دوره رضا شاه پهلوی، محمد رضا شاه پهلوی که به نظر میرسه موج قدرتمندی هست، حالا اگر امروز صدای بلندی ازش شنیده نمیشه ولی شنیده شده و بالقوه وجود داره، چه سرمایه میتونه باشه برای آینده ایران؟ قبل از هر چیز فکر کنم اون بیت معروف حضرت حافظ هست که انان به میکده خواهیم تافت زین مجلس، که وعظ بی عملان واجب است نشنیدند. فکر میکنم هرچی ملا بگه نسل جدید خلافش رو عمل میکنه و هرچی اونا از منبراشون بگن اینا نمیشنوند. این بسیار نکته جالبیه و حاکمان هم صدای نسل جدید رو نمیشنوند و این خلأ وجود داره تا آخر داستان. اما شاه در تاریخ پادشاهی ایرانی اختیارات اجرایی داره، یعنی صرفا در نقش یک سمبل یا یک آدم بی فعل بی عمل نیست، بلکه در طی تاریخ همیشه پادشاه ایرانی حافظ قانون بوده، واعظ قانون نیست، حافظ قانون و مسئول کار اجرایی. و علت وجودی شاه یعنی رهبریت جامعه، نقش اساسی در مدیریت داشتن. شاه فقیه در مصاحبه هاش، حتی گفتگوهای خبرنگاران، مثلا همین خبرنگار مشهور واشنگتن پست نوشت که شاه فقیه 16 ساعت در روز کار میکنه. من و شما ننوشتیم، اینو یه امریکایی نوشت. و بعد مشروط بودن یا قانونمند بودن و حافظ قانون بودنی که شاه مملکت انجام میده 180 درجه برخلاف بیقانونی و دل به اختیار بودن و هر دنبیل بودن ملاست. پس بنابراین نسل جدید ملاحظه میکنه که در قانونمندی است که کشور رشد و اعتلا پیدا کرده و در بیقانونی است که کشور به سمت ویرانه هدایت شده. این رو قیاس میکنن در دوران شاهان پهلوی که شاه نگهبان قانون بوده بر اساس خرد و اندیشه نیک که از گفتار زرتشت میاد، ایران چه راهی رو پیموده و در زمانی که بیقانونی رواج پیدا کرده ایران چه جایی رو رفته، و این در فرهنگ و خرد ایرانی هم هست. بنابراین من فکر میکنم آب در هاون کوبیدن ملایان هست و ره به جایی نمیبرن که یک تاریخ 2800 ساله رو بتونن پاک بکنن. خب اینی که میفرمایید یه آمریکایی نمیشن من و شما، خب اون سندیتی نمیشن. خب ممکنه ایرانی ها بگن که اون که علم گفته، خود شهبانو فرهم گفته که محمد رضا شاه پهلوی پادشاه فقید ایران بسیار کار میکرد، خود همین آمریکایی هم بسیار بد نمیشن راجع به محمد رضا شاه پهلوی، که بماند بحث ما نیست. بس بستر اینه که حرف من این هست، شاه به طور کلی، چون ما پادشاهان ایران بر باده هم کم نداشتیم، یا رضا شاه محمد رضا شاه هستن که قانونی رو میارن، چون محمد رضا شاه پهلوی به نحوی به مهمترین خواست مشروط خواهان بسیار عمل کرد، یعنی جابجایی قدرت و مجلس، اهمیت مجلس، قانون، نهاد قانون گذاری رو بها بشتاد. منظور این هست که شاه به طور کلی نظم و قانون میاره، هر کسی باشه، یا نظام مشروطه پادشاهی که به هر حال الان محمد رضا شاه پهلوی رو جمع ها میگن و رضا شاه رو. عرض کنم الان من وارد بحث تاریخ پادشاهی ایرانی نمیشم چون خیلی گسترده است، ولی به غلط میگن در تاریخ ایران شاهان در جلوی لشکر حرکت نمیکرد و مثل روم نبوده، در اینکه کاملا غلط است. شاه ایرانی همیشه در جلوی لشکر بوده و عامل روحیه
و وفاداری سربازان بودند برای جنگ. و همیشه و همواره پادشاهان در طی تاریخ ایران اگر دقت بفرمایید در درجه اول مشوق خرد عمومی و جمعی جامعه بودند که به فرهنگ واقعی خودشون که فرهنگ ایرانی است نزدیک بشن. اما قوم یأجوج و مأجوج که همین ملاها باشند بیشتر در صدد این هستند که یک نوع ننگ و حقارتی که در رفتار خودشون هست رو منسوب بکنن به پادشاهان. بله در تاریخ پادشاهی افرادی بودند که سلطان بودن، نقش سلطان رو بازی کردن، ظالم بودن، آدم کش بودن، ایران بر باده بودن، اونا به کنار. ولی پادشاهی ایرانی یعنی حافظ ایران افرادی بودند که به نظر من میتوی قابل اثبات هم هست در تاریخ بعد از داریوش و کوروش واقعا شاهان ایران ساز پهلوی در اون رده قرار دارند که بسیار تلاش بر این کردند که نه نوکر اجنبی باشند و نه ایران رو به سمتی هدایت بکنن که از فرهنگ و چیستی و کیان خودش فاصله بگیره. ببینید دو تا مسئله به قول شما واردش نمیشیم، ولی اگر شما تاریخ یا بینندگان تاریخ قاجار رو بخونن، پادشاهان قاجار ما بسیار داریم که زیر نفوذ آخوندها بودن، مثل فتلیشا و بقیه، و جنگ های ایران به راه انداختن یا برا سهیم بودن که ایران بر باد ده بوده. حالا پادشاهی قبل از اسلام بحثی است و دو پادشاه پهلوی بحث دیگه. در این میون پادشاه های ایران برباده بسیار داریم و خلافکار که زیر نفوذ و ظالم و ستمگر و همه این صفات برشون، از جمله پادشاهان صفویه بعضن. بفرمایید آقای شکرابی، شما این نیرو رو چقدر اهمیت بهش میدید برای ساختن ایران یا پس گرفتن ایران؟ برای بازساز ایران که قطع مسلم فقط همین نیروهای جوان خواهند بود که ایران رو خواهند ساخت، حداقل برای 20 الی 30 سال در بازار کار ایران باقی خواهند بود و واقعا ریل توسعه رو اونها هستند که دوباره بنیان میذارند. اما برای نجات ایران هم جدای از این نیروهایی که حالا میان واقعا هزینه میکنن، چون بزرگترین هزینه رو هم در جمهوری اسلامی همین جوانها دارن پرداخت میکنن، ولی خب کماکان میان از جون خودشون مایه میذارن، وارد میدان میشن، وارد خیابان میشن و تلاش میکنن که بچه‌ها رو سرنگون میکنن. ولی به نظر من این به این معنا نیستش که چون اونا بیشترین بهره رو میبرن، چون بیشترین نقش رو دارن در ایران آینده، این وظیفه است که باید محول بشه به اونها. تمام ما در همه سطوح سنی وظایفی داریم که باید انجام بدیم و این کمک میکنه برای براندازی. هر چقدر هزینه این براندازی کمتر باشه، روند بازگشت ایران به رشد و توسعه سریعتر طی خواهد شد. اگر ولی اگر قرار بشه که بخشی از نیروهایی که نیروهای سازنده پس از جمهوری اسلامی محسوب میشن رو ما در جریان براندازی از دست بدیم، اون هم بدون حساب و کتاب، این واقعا یک خودش تراژدی بزرگه. برابر این افرادی که حالا چه در انقلاب 57 نقش داشتن، افرادی که میان سالی رو دارن طی میکنن، افرادی که صاحب مشاغلی هستن که حالا احتمالاً با یک رفاه اقتصادی همراه هستش، تمام این افراد مدیون هستن به ایران. حالا ممکنه که به اندازه های متفاوتی هر شهروند ایرانی از اون چیزی که ایران فردا میتونه ارائه بده بهره مند بشه، ولی این به این معنا نیستش که مسئولیتشون کمتر از مسئولیت اشخاص دیگه هستش. بنابراین خیلی اهمیت داره که همه اقشار جامعه ایرانی به یک اندازه مسئولیت پذیر باشن، اگرچه خب خیلی طبیعی هستش که اون موتور گرداننده هر انقلابی و نیروهای جوان هستن. آقای بنیفر، این حکومت انقلابی و آخوندها ایران رو وارد مسائل حوزه‌ای کردن که ایران به طور معقولی با اون حوزه مربوط می شد، از جمله مسئله اعراب و اسرائیل. ایران در زمان محمد رضا شاه پهلوی یکی از مشوقان صلح بود و توصیه کنندگان به انور سادات رئیس جمهور فقید مصر. الان ما میبینیم رهبران حماس و جهاد اسلامی فلسطین رفتن به تهران، در تهران روز گذشته بودن و این حرفا که پرچم اسلام دست شماست و این تبلیغ و برای اسلام که شما کردید بی سابقه بود و از این حرفایی که خامنه‌ای زده. واقعا تا چه اندازه مسئله فلسطین به ایرانی ها مربوط میشه؟ حالا که میبینیم اعراب فاصله معقولی دارن نسبتا الان بعد از جنگ های مختلفی که با بر سر این موضوع.
وقتی که شاه فقید ایران در پاسخ به مرحوم مسعودی در روزنامه اطلاعات سال 1339 اشتباه نکنم مرداد فرمودن که اسرائیل رو به صورت دو فاکتو به رسمیت میشناسن، تا سال 1357 به مدت 18 سال و 6 ماه خورده ای ملا کارش ترویج تروریسم، پرورش تروریست و شبکه سازی بود علیه شاه فقید و علیه بنیاد ملی ایران. و شاهان در تاریخ همواره ما اولین کشوری هستیم در جهان که دولت ملی رو تشکیل دادیم و همین ها در 57 اساس ملی بودن رو هدف قرار گرفتن و تمدن ایران رو. چرا؟ چون شیفته و شیدای تروریسم اسلامی بودن، چه اونهایی که قبلشون مسکو و چین بود و چه اونهایی که قبلشون صدام حسین و آلبانی انبن خوجه و کوبا و قذافی و اینا بود. با کمک گروه های تروریستی طبق خاطرات خودشون اینا به قدرت رسیدن در سال 57 و دولت اول، دولت موقت با حضور یکی از همون کهنه تروریست های مشهور یاسر عرفات تشکیل شد. تا الان در بر همون پاشنه میچرخه و الان این دولت که حافظ قانون که نیست، حافظ ملیت و هویت ایرانی که نیست. بنابراین شما نگاه بفرمایید کل تروریست های منطقه، اوباشان و اشرار منطقه رو این قوم یأجوج و مأجوج دعوت کردن به چی هست؟ ما رئیس جمهور انتصابیمون در کنار شما قسم بخوره به کتاب آسمانیشون که حافظ مذهب رسمی کشور باشه. یک کلمه از ایران در داخل این مراسم تحلیف وجود نداشت، یک کلمه از هویت ملی در داخل این مراسم وجود نداشت و بعد اون وقت توقع داشته باشیم که اینا دست گردن این اوباش و اشرار نندازن. جای تعجبه واقعا. مثلا مهمونای خیلی نابغه شون کی بوده؟ قوم یأجوج و مأجوج بارزانی بودن یا مثلا جهاد اسلامی بودن یا گروه های فلسطینی بودن. بعد اون وقت چند ماه پیش همینا می اومدن میگفتن این محور تروریسم اسلامی یا به قول خودشون محور مقاومت، ما تأثیری نداشتیم، خودشون همینجوری فلفور رفتن یه کاری رو انجام دادن و این اساس به مصالح و منافع ملی ایران رو بر باد میده. و اینجا یک سندی بود مبنی بر اینکه اینا کمترین دلسوزی برای مصالح و منافع ملی ایران ندارن، وگرنه شاه فقید اون موقع به دنبال صلح و آرامش بود. شاه فقید خیمه عمود زیر خیمه صلح و ثبات در منطقه بود و وقتی شاه فقید رفت کل خیمه فرو پاشید و در واقع خاورمیانه رنگ آسایش و آرامش ندید. هنوز هم خاورمیانه در این بحران به سر میبره. چرا؟ چون ایران به عنوان یکی از به اصطلاح نقاط مهم ثبات میشه گفت که آسیای غربی رو با این بحران ها دچار کرده که اون هم عفونت تروریسم اسلامی هست. خب آقای شکرابی، در این ماجرا و در این روند و مسیری که جمهوری اسلامی در ارتباط با مسئله فلسطین و مسئله فلسطین و اسرائیل داره، نمیشه چشم‌پوشی هایی رو نادیده گرفت. از جمله آقای آنتونی بلینکن میاد روز اول حمله تروریستی حماس که رفته بوده در قلمرو اسرائیل کشته، تجاوز کرده و همه اینا و هنوز به عنوان یک معماس چجوری رفته اونجا، این همه مدت هم اونجا بوده، میاد و میگه ولی جمهوری اسلامی نقشی نداشته مستقیما در این ماجرا. یا آقای مکرون میاد همچی حرفی میزن، رئیس جمهور فرانسه، یا مثلا خانم کامل هریس مثلا در مصاحبه من ازشون دیدم که قدیمی بود بازم پخش کردن که مثلا گزارشگری راجع به تروریستای اسلامی، اصطلاحی که ایشون هم به کار برد و با نیفت، میگه نه نه این حرفا رو نزنید، نباید با این عنوان رو استفاده بکنید و فلان، باعث رنجش مسلمانان میشه. خیلی از خود مسلمانان قربانی این تروریست هست، از اون همین الان مردم فلسطین در غزه. چقدر این سهلنگاری ها رو شما مؤثر میدونید در تقویت اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی؟ خب ببینین، پاسخ در یک کلام بخوام بدم که واقعیت یک در جمله بخوام بدم این هستش که هر کار اشتباهی که بدون تنبیه باقی بمونه خودش یک تشویق، حالا یک تشویق مخفیانه است. متاسفانه دولت‌های غربی یک چنین برخوردی با جمهوری اسلامی داشتن، دلایل متعددی هم میتونه داشته باشه. در این مقطع زمانی من فکر میکنم بزرگترین عاملی که باعث میشه دولت‌های غربی
تلاش بکنن که اون چیزی که در غزه داره اتفاق میفته در همونجا محدود باقی بمونه، فراتر نره، لبریز نشه. علتش این هستش که خب یک جنگی رو در اروپا دارن بین اوکراین و روسیه و اتفاقا باز شدن یک جبهه جنگ دیگه ای که بخشی از منابع مالی و نظامی کشورهای غربی به خصوص امریکا صرف اون بشه به نفع روسیه بوده و به روسیه کمک کرده که موفق تر عمل بکنه حداقل در اون جبهه جنگ که با اوکراین داره. موضوع دیگه ای که چالش بزرگی هستش برای به خصوص امریکا بحث چین هستش که واقعا بخش اعظمی از توانایی های امریکا رو باید آماده نگه دارن برای جنگ احتمالی که ممکنه صورت بگیره توسط چین برای اشغال تایوان. از سوی دیگه کره شمالی رو داریم. همه اینا رو دارم عرض میکنم خدمتتون که بگم چالش های متعددی در سطح جهان وجود داره که باعث میشه که اون برخورد نرمی که در 45 سال گذشته از دولت های بیکفایت غربی در رابطه با جمهوری اسلامی دیدیم که باعث اینم شده که مرتبا رفتار جمهوری اسلامی شدت و حدت پیدا بکنه، الان عوامل دیگه هم هستن که درش تاثیرگذار هستن و بنابراین طبیعی هستش که جمهوری اسلامی به نوعی حتی تشویق بشه که بخواد کار مشابه و چه بسا بدتری رو انجام بده. البته کسی خب دست کم من مطمئنم شما و آقای قانیفر هم خواستار این که حمله ای بشه به ایران نیستیم، ولی بازی های دیپلماتیک رو که نمیشه نادیده گرفت. یعنی آمریکا همه این مسائل داشت، نیرو ذخیره نیروها رو داشت، ولی لشکرکشی کرد به عراق و بقیه موضوعاتی که میدونیم، یا به افغانستان یا جاهای دیگه. منظور من این حمایت‌های دیپلماتیک هست عملا. یعنی خودتون بفهمید. بله منم کاملا با شما موافق هستم. اجازه بدین برای بینندگانتون این قضیه رو کاملا واضح توضیح بدم که به هیچ عنوان من طرفدار حمله نظامی به ایران نیستم. دلایل متعددی داره، بحث جنگ نیست، جنگ آغاز میشه، پیامدهایی که جنگ خواهد داشت واقعا غیر قابل پیش بینی خواهد هست، نیروهایی رها خواهند شد در سطح جامعه که ما واقعا نمیدونیم اونها چگونه ایران رو به کدوم سو ببرن و اتفاقا سیاست های کنونی جمهوری اسلامی هستش که ما رو داره به اینچ سانتیمتر به سانتیمتر داره اتفاقا به جایی میرسونه که احتمال به وجود آمدن و درگیر شدن ایران در جنگی که حالا همکنون در غزه در جریان هست رو داره افزایش میده. خب آقای قانیفر، نگاه شما این سهل‌انگاری ها، این امتیاز دادن ها، این مماشات، حمایت، هر چی اسمش رو بزنید، از جمهوری اسلامی در ارتباط با عملیات تروریستی در منطقه و عرصه بین المللی، دو رهبر دو گروه که غرب اونها رو تروریست میشناسه در تهران بشینن تشویق بشن پول بگیرن و اینا نادیده گرفته میشه از اینا. تحلیل شما. عرض کنم در دور زمانی قرار گرفتیم در ایران که متاسفانه دور زمانی نه تنها قوم یأجوج و مأجوج هست که در ایران حکمرانی میکنن، بلکه ایران در یک مردابی افتاده که این مرداب جز گرفتاری و خاری و زبونی ثمره‌ای توش نیست و اونم فرمان فرمایی آخوندی است. اینها هیچ اعتباری، هیچ ارزشی برای هویت و ملیت ایرانی قائل نیستن که دلشون بسوزه. مبنی بر اینکه ایران رو به عنوان اسم تروریست در کنارش باشه شناخته میشه، براشون مهم نیست. و حتی جمهوری اسلامی امروز هم سقوط کنه حداقل 40 50 سالی طول میکشه که بشه این واژه رو در کنار نام ایران پاک کرد، شاید هم نشه پاک کرد. و جمهوری هایی که دوستای حضرات هستند، شما نگاه بفرمایید، جمهوری هایی که با این افراد دوستن، رفیقن، ونزوئلا، ترکیه، روسیه، کره شمالی، سوریه، چین، چند تاشون دیکتاتوری هستن، چند تاشون مستبد هستن، اینا دوستان جمهوری اسلامی هستن و جمهوری اسلامی با این دلخوشی و با تکیه بر این اشرار سعی میکنه که نظم جهانی رو تهدید بکنه. ولی متاسفانه جهان غرب به خاطر مماشات از سال 1357 تا امروز چشمش رو به آتش تروریسم اسلامی بسته و الان دامنگیر خودشون شده. الان در فرانسه، در انگلستان، حتی در دانمارک، حتی در بلژیک ما متوجه میشیم که سلول‌های خفته گروه‌های تروریستی نهادهای امنیتی اونا رو به اصطلاح، حتی آلمان به این بررسی مجدد کشونده که چه باید کرد. و این غده سرطانی تا زمانی که نشه فهم درست از این قضیه داشت ادامه پیدا میکنه.
مردم ایران شناخت درست پیدا کردن، هزینه زیادی رو دادن برای شناخت نظام الله بر زمین، ولی جهان هنوز به اون درجه نرسیده متاسفانه. ولی به هر حال رژیم فعلی هم دو به اصطلاح پایه، یکی پایه تبلیغات، ماشین تبلیغات، و دیگری پایه سرکوب. تا زمانی که این دو پایه کار بکنه، من فکر میکنم در داخل اتفاق خیلی خیلی جدی شاید نیفته، ولی خارج از کشور، یعنی مدار اروپا و امریکا، متاسفانه هنوز به اون شناخت فهم درست نه از تروریسم اسلامی رسیدن، نه از ذات و کیستی جمهوری اسلامی. عدم فهمه آقای قانیفر یا مسئله ای هست؟ ببینید در سیاست دیگه این قطعا میدونید شما که مسئله هست، دوستی ها دوام ممکن نداشته باشه، دشمنی بشین. و به هر حال رفتاری که غرب، چه دولت هایی در آمریکا، چه دولت های اروپایی با جمهوری اسلامی دارن دوستانه است، همونطوری که چین و روسیه داشته. آیا اینا مثلا سازمان های اطلاعاتی اروپا و آمریکا خبر ندارن که پولی که هنیه و بقیه میگیرن خرج رفتن به سینما نمیکنن، خرج همین تو تشکیلات میکنن؟ چه فهمی مگر لازم هست که اینا هنوز بهش نرسیدن؟ در این همه خطرات 11 سپتامبر رفتن تا به اونجایی رسیدن اطلاعاتی که بعضی از این افراد در تهران حتی دوره دیدن، این اتهام متوجه شده بود، متوجه جمهوری اسلامی، یا عملیات تروریستی گروگان های دیپلومات های آمریکایی، یا همینطور میشه اسم بود، در بیروت، در جاهای دیگه، در خبر عربستان، هنوز نرسیدن به اون فهم. بفهمید، به نظرم یک بیماری دیگه هم در کنار این عدم فهم هست و اونم بیماری کرنشگری، بیماری متملق بودن، که به قول مرحوم به خدا دملیسه. اینا دملیسه یا چاپلوسن، و این چاپلوسی برای منافع خودشون هم خطرناکه. مثلا آلمان، حالا فرض بفرمایید خیلی هم مثلا منافع اقتصادی داشته باشه که 4 تا مثلا کالا بفروشن یا نفروشن، ولی الان وقتی دامنگیر این داستان شدن از نظر تروریسم اسلامی، دیگه یک نوع بیدار باشه، یک نوع زنگ خطره. و این مسئله من فکر میکنم در درجه اول عدم فهم درست بود، و در درجه دوم عدم اراده واقعی برای رفع بحران بود. در قرن 20 برای کمونیسم، برای آپارتاید، اراده جهانی وجود داشت و فضای بین الملل علیه داستان بود، برای حمله به عراق، برای تغییر رژیم در لیبی ها و غیره و غیره. حالا صدام مثال متفاوت است، ولی متاسفانه برای جمهوری اسلامی تا این لحظه، همونطور که عرض کردم، نظر شخصیم، نگاه شخصیم هست که علاوه بر عدم فهم درست، این تملق گویی میشه گفت دامنگیر داستان شده. مثلا نماینده اروپا بلند میشه، در کنار عکس قرار میگیره، در کنار گروه های تروریستی، بر همون آدم باید رأی بده برای اینکه آیا سپاه تروریست هست یا نیست. خب مسلما رأی نمیده، و ما الان فعلا در این فازیم، و من فکر میکنم تا رسیدن به اون فاز که عزم جدی و اراده جدی رخ بده، به نظرم یک دوران دیگری لازم است. من نمیدونم واقعا تا چند روز مؤثر اون چه شما تملق میگید این مؤثر در سیاست فرانسه و کشورهای دیگه برای حمایت و مماشات با جمهوری اسلامی. ولی در مورد آمریکا، آقای شکرابی، صبح تا شب مرگ بر آمریکاست، تملقی در کار نیست. حالا پشت پرده هم هرچی هست بمانه، و همه اینها هست، کمک به گروه های ضد آمریکایی هست، ولی ما میبینیم باز دولت بایدن، دولت اوباما و بعضا دولت های دیگه هم میان و همچنان مماشات و حمایت و پول بدن و دست لابی جمهوری اسلامی رو که به نحوی گروه های حامی تروریست ها هستن در جاهای مختلف، اینا رو هم باز میذاره، گرفتن ویزا، دادن گرین کارت، همه اینا. اینو چطور میدید آقای شکرابی؟ ببینید، اون چیزی که مسلمه و حداقل تجربه چندین سال کار سیاسی من بوده این هستش که دستگاه های امنیتی این کشورها کارشون رو به درستی انجام میدن، گزارش های موثق و دقیقی رو تهیه میکنن و در اختیار اون قسمت اجرایی میذاره، در اختیار دولت ها میذاره. همونطور که شما به درستی اشاره کردین، این دولت ها هستن که بر اساس حالا سیاست های جهانی که دارن دنبال میکنن، چه بر اساس منافع مشترک که ممکنه داشته باشن، چه اگر که بخوایم عنوان بکنیم بخشش به خاطر این هستش که دولت بی لیاقت مثل جمهوری اسلامی در کشوری با منابع غنی مثل ایران
در رأس قدرت باشه و منافعی رو برای اونها در منطقه ایجاد بکنه و غیر اوزاری باشه، دلیل های متفاوتی میتونه براش وجود داشته باشه. برابر این بر اساس تمام قرائن و شواهد اطلاعات لازم در اختیار بخش اجرایی این دولت ها وجود داره. حالا چه نیروهایی لابیگری میکنن برای جمهوری اسلامی یا اینکه چه منافعی داره دنبال میشه، من خاطرم ازش حتی فراموش کردم مثل اون جنرال امریکایی رو که برگشت گفتش که احمدی نژاد بزرگترین خدمت رو داره به اون کامپلکس صنایع نظامی امریکا میکنه، که هر بار یک سخن نسنجیده رو عنوان میکنه سودهای بیشماری به این حساب ها واریز میکنه، به خاطر اینکه خب کشورهای منطقه مجبور میشن تجهیزات نظامی بخرن، دولت امریکا مجبور میشه تجهیزات نظامی خریدش رو افزایش بده و غیره و ذلک. یعنی ببینید یک نیروهای دیگری به غیر از دولت ها وجود دارن که از سیاست های کنونی حمایت میکنن. سیاست های کنونی هرج و مرج بره، هرج و مرج سودآفرینه. اونها میتونن نیروهایی باشن که به شکل لابیگری بکنن و در نهایت باعث بشه که دولت ها یک سیاست های خیلی خاصی در رابطه با جمهوری اسلامی در پیش بگیرن. خود اون دولت ها ممکنه دلایل دیگه رو داشته باشن، همونطور که عرض کردن در رابطه با سیاست جهانی که بخوان این سیاست مماشات با جمهوری اسلامی رو ادامه بدن. برجت دلایل گوناگون وجود داره، ولی اون چیزی که مسلم هستش حداقل به نظر من این هستش که با اطلاع کامل داره صورت میگیره. با تجربه‌ای که داشتم دستگاه امنیتی کارشون رو میشه گفتش که به مراتب بهتر دولت‌های غربی دارن انجام میدن. اطلاعات جمع‌آوری میشه، پیش‌بینی‌های لازم صورت میگیره، ولی خب دولت‌ها به دلایلی که دارن سرباز میزنن از اجرا کردن. خب آقای قنیفند، این انتخابات قضایی ریاست جمهوری در ایران یک واقعیتی رو نشون داد که این واقعیت قبلا هم وجود داشت، نشون داده میشد در این انتخابات، ولی این بار به شدت و پررنگتر از هر بار پیشین، که اکثریت بسیار زیاد مردم ایران دیگه این حکومت رو هیچ نوع امیدی بهش ندارن در قالب اصلاح طلبی یا هرچه، که خود حکومت به التماس افتاد آقای خامنه‌ای که بیایید و رأی بدید و اینا، و توجیه لابی جمهوری اسلامی اساس تبلیغاتشون در همین آمریکا در اروپا این بود که این حکومت پایه مردمی ده، مردم اکثرا میخوان، اونم که کاری نداره، اونا یه حکومتی باشه بتونن خودشون نگه دارن، با دیکتاتورترین حکومت های دنیا هم آمریکا هم اروپایی ها رابطه دارن. ولی این موضوع تا چند اندازه به نظر شما اثر میتونه بذاره در حمایت و مماشات دولت های اروپایی با حکومت کنونی در ایران؟ اگر نگاه ساختاری داشته باشیم به قضیه، من فکر میکنم در پاسخ حضرتالی باید کلمه خیر رو به کار ببرم. چرا؟ چون سقوط اقتصادی رو کارش نمیشه کرد و بزرگترین نوبل برندگان نوبل اقتصاد هم وارد ایران بشه، با وجود این مافیای فاسد راندخار به نظرم جلوی سقوط اقتصادی رو نه تنها نمیتونه بگیره، بلکه تحریم‌های بین‌المللی رو هم نمیتونه به اصطلاح کنسل بکنه ایران یا لغو کنه. ایران در شرایط فعلی دچار بحران انسانی است، یعنی نیازهای اولیه آدم‌های این داخل جامعه هم قابل تأمین نیست. قدرت اپوزیسیون هم هنوز در جهت شکل‌گیری برای اینکه بتونه در عرصه بین‌المللی ارزندام بکنه به اون درجه نرسیده، جز یک نفر که اون هم دارای شهرتی 105 ساله است و اونم شاهزاده رضا پهلوی، یعنی برند پهلوی در واقع قدرت رو بهشون داده، ولی اتحاد درست کردن و حمایت جهانی برای اینکه بتونه کمک بکنه برای تغییر رژیم در ایران هنوز به وجود نیامده. یک حرکت اجتماعی و ناآرامی اجتماعی هم در داخل ایران هست که این حرکت رو نمیشه متوقف کرد. یک جایش رو میشه سرکوب کرد، ولی در جای دیگه دوباره این، حالا در قالب نافرمانی مدنی، در قالب اعتراضات، دوباره میزنه بیرون و کارش نمیشه. فشارهای بین‌المللی صرفاً فقط امریکا نیست، تلاش‌های دیپلماتیک متفاوتی وجود داره در عرصه، و این تصویری که الان سعی کردم ترسیم بکنم بنا به این چند عوامل، شخص فعلی در دولت جدید نمیتونه هیچ کاری بکنه.
حالا با مماشات هم بکنه، دستگاه تبلیغاتیشون هم بیشتر عمل بکنن، ولی در واقع هر کدوم از این عناصر باعث شده که فلج باشه داستان، و این فلج بودن ادامه دار خواهد بود و فقط به شعارهای توخالی و آرزوهای برباد رفته ازش باقی خواهد ماند. خب آقای شکرابی، این انتخابات تا چند از این نشون داد که این حکومت بی آینده است، و این بی آینده بودن این حکومت تا چند از این حسابگران دولت های اروپایی رو میتونه بسیار باعث حساب کتاب های جدید بکنه. حکومتی است که آینده ای نداره، نشون داده شد در انتخابات. این خشم مردم روزی تبدیل به عمل میشه و زمینه سرنگونی. این تا چند اندازه میتونه روی حساب کتابای اروپایی اثر بذاره؟ قطع مسلم تاثیرگذار هستش. خب برجت یک مسئله هستش که تاثیرات بسیار پیچیده روی تغییر و تحولات سیاسی در کشورهای غربی خواهد داشت. ببینید، تا پیش از اینم همونطور که هم شما هم من هم جناب قانعی فرد بهش اشاره کردیم، به سیاستمداران خارجی کاملا مطلع هستن از اتفاقاتی که داره در داخل ایران میفته در طی 45 سال گذشته. بحث این بودش که اون انتخابات ظاهری که صورت میگرفت در داخل ایران به یک نوعی برگ سبزی رو میداد در اختیار سیاستمداران خارجی که بتونن با جامعه خودشون سخن بگن. یعنی اگر که فشاری احتمالاً امکانش وجود داشت که پیش بیاد توسط رای دهندگان شهروندان کشورهای خارجی به دولتاشون، همیشه میتونستن مدعی بشن که بگن که خب درسته، حالا ایران یک کشور جمهوری اسلامی، یک دولت دیکتاتوری هستش، ولی خب مثل کوبا نیستش، برجتی که انتخاباتی در اون انجام میشه و این شاهد این هستیم که این انتخابات به این شکل خیلی هم تبلیغ میشه و اتفاقا افرادی هستن که ایرانیانی هستن که به ظاهر مخالف رژیم هستن در خارج از کشور تبلیغ اونا میکنن. از این جهت دست دولت مردان خارجی رو باز میگذاشت. من فکر میکنم اولین نتیجه منفی از این بیابروی انتخاباتی که دیدیم در انتخابات اخیر میتونه تأثیر اون باشه بر افکار جامعه جهانی که حالا به لطف رسانه‌های اجتماعی دسترسی دارن به این اطلاعات و میبینن که این فقط ایرانیان ساکن خارج از کشور نیستن که معترض هستن به جمهوری اسلامی، بلکه مردم داخل کشور هم نافرمانی مدنی رو آغاز کردن و جمهوری اسلامی دولتی نیستش که اونها بخوان. طبیعتاً این میتونه باعث این بشه که دولت‌های غربی مجبور باشن که به این قضیه به نحوه دیگه نگاه بکنن و متوجه این قضیه بشن که خب سقوط جمهوری اسلامی بر جای یک موضوع قطعی هستش. حالا اینکه چه موضعی رو میخوان بگیرن، چه حکومتی رو اونها دنبالش هستن جایگزین بشن، آگاهی ملت ایران چقدر کمک میکنه که ما خودمون تعیین کننده این باشیم که چه حکومتی، چه دولتی، چه شخصی، چه اشخاصی بر ما حکومت خواهند کرد. همه اینا مسائلی هستش که بسیار پیچیده هستش و بر جای گذشته زمانی که فقط میتونه چهره واقعی اینها رو به ما اوریان نشان بده و روشن بکنه. خب آقای قانیفر، تردیدی نیست که اتفاقات یا رویدادها یا هر چی که بگیم در کشورهای مانند کشورهای اروپایی و همینطور در آمریکا مؤثر هست، در امواج ایجاد میکنه در بسیاری از کشورها و مناطق مختلف جهان، از جمله انتخابات آمریکا و دو نامزدی که فعلا هستن، یعنی قبلا بایدن بود، الان خانم کاملا هریس و آقای دونالد ترامپ. با توجه به اون چی که ترامپ انجام داده و هریس و حزب او، سیاست خاورمیانه این دو رو، تفاوتهایی که شما میتونید به ما بگید چه هست، چون چه هر کدوم به قدرت برسه، سیاست کاخ سفید در خاورمیانه؟ در دوران متفاوت سیاست خاورمیانه متغیر بوده، ولی اگر بر این دو فرد تمرکز کنیم، من تصور میکنم هر دو سیاست خاورمیانه غلطی دارند. بیشتر دموکرات ها، چون دموکرات ها هیچ کمکی به احتمالات داخل خاورمیانه مبنی بر نظم یافتن اوضاع و استقرار و صلح و امنیت نخواهند کرد. دو، هیچ حمایتی از جنبش های ملی و اتحاد اپوزیسیون و غیره نخواهند داشت. سه، مداخله برای نظم و ایجاد صلح و ثبات در منطقه مثل فشار خارجی، مثل تغییر سیاست، مثل رویکرد
که بازیگران منطقه‌ای رو تقویت بکنند نمی‌کنند. چهارم، برای فروپاشی اقتصادی کشورهای مانند ایران و غیره هیچ برنامه‌ای ندارند، فقط باجدهیه، باج سیویل. این از دموکرات ها. اما از جمهوری خواه ها، اگر ترامپ سر کار بیاد ممکنه در برخی جاها از بحران تروریسم جلوگیری بشه، به خاطر اینکه طبعا نهادهای امنیتیش متفاوت خواهند بود و رویکردشون به اصطلاح عقب راندن تهاجم خواهد بود، ولی در دموکرات ها مهار تهاجمه، ولی در جمهوری خواه ها از نظر امنیتی میگن پوشبک میکنن هر نوع رفتار اگریسیوی رو. ولی من فکر میکنم جمهوری خواه ها بیشتر در زمان ترامپ به دنبال نمایش یک نوع از برجام دیگه ای خواهند بود. چرا؟ چون اون شخص تمایل داره در زیر دوربین بگه من با ملاها هم به توافق رسیدم. متاسفانه هم دموکرات ها یعنی کامالا هریس و هم ترامپ جمهوری اسلامی رو با مردم ایران تمایز نمیدن و در زمینه کامالا هریس فاجعه است، چون با چند نفر از افراد ایرانی خواهان اصلاحات در ایران رابطه داره و این تروریسم اسلامی در ادبیات ترامپ خیلی غلیظه و میتونه بگه گروه های مخربن، ولی اون هم در ادبیات کامالا هریس نیست و دوباره همون بازی ایام ترامپ ایام اوباما تکرار میشه که نگید تروریسم اسلامی، نگید شبکه فراملیتی تروریست اسلامی و غیره، یک نوع مماشات و تصحیحگری سیاسی بی ربط. بنابراین من فکر میکنم هر دو برای تغییر رژیم در ایران کمک نخواهند کرد، هر دو برای جنبش ملی در داخل ایران منفعل خواهند بود و هر دو کمکی به ائتلاف و پویایی سیاسی در داخل ایران نخواهند داشت. این نظر شخصی منه از این دو شخص. ما نظر شخص شما رو میخواستیم. خب آقای شکرابی، شما چه تفاوتی میبینید یا نمیبینید؟ نظر شخصیتون. خب این سیاست های خارجی که این دو گروه یا این دو فرد دارن دنبال میکنن بسیار متفاوت هستش از هم دیگه. طبیعی هستش که بازتاب اون در خاورمیانه متفاوت باشه، اما واقعیت قضیه اینه که مسئولیت اصلی سرنگون کردن جمهوری اسلامی بر عهده ماست. خود شما به درستی اشاره کردین که با توجه به اینکه مردم در پای صندوق های رأی حضور پیدا نکردن، بازتابش برای دولت های خارجی چگونه خواهد بود؟ اینا مجبور میشن یک واکنش نشون بدن. اما اگر به این امید باشیم که حالا چه دولت های آقای ترامپ انتخاب بشن، چه کامالا هریس انتخاب بشه، اینها بیان در کاخ سفید و سیاست هایی رو در پیش بگیرن که در نهایت به نفع ملت ایران باشه، من فکر میکنم کمی خوشبینانه هست. ممکنه سیاست هایی رو اجرایی بکنن که همسو بشه با منافع ملت ایران، ولی اینکه بخوان از منافع ما حمایت بکنن خب به نظر من اتفاق نخواهد افتاد. اما خب اگر که قرار باشه بر اساس اون شواهدی که موجود هست در خاورمیانه و اون چیزی که ما داریم میبینیم، به نظر میاد که اون لحظه رویارویی داره هی نزدیکتر میشه بین حالا اسرائیل و نیروهای حزب الله در لبنان و غیر ذلک. به نظر من جنگ لبریز خواهد شد به سایر کشورها اگر بر همین رویه پیش بریم، یعنی اگر صلحی در بین اسرائیل و غزه به وجود نیاد، جنگ سرازیر خواهد شد در سایر کشورهای جمهوری اسلامی. متاسفانه ایران رو به داخل این جنگ خواهد بود و قطع مسلم دولت ترامپ بر اساس قرائن شواهد به نظر میاد که در این راستا محکمتر روبرو بشه و به دنبال این باشه که رژیم رو به هر قیمتی شده، حتی به قیمت جنگ، که حالا من شما و آقای قانع فرتشون اون جنگ رو نمیخوان، رژیم سرنگون بکنه. ولی راه حلی که به نظر من پیش روی ما هستش این هستش که ما به عنوان یک ملت تمام گزینه ها رو بررسی کرده باشیم، راه حل های مشخصی براش داشته باشیم و اگر واقعا جمهوری اسلامی ما رو داره به سوی جنگ میبره، قبل از اینکه این جنگ به وقوع پیونده، جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنیم. به واقع یک آلترناتیوی، یک روایت دیگه رو در پیش روی کشورهای غربی گذاشتیم که اگر که تصمیم بریم بشه که برای اونا بخوان جمهوری اسلامی گذر بکنن، میبینن که بدون اینکه وارد جنگ بشن حمایت از ملت ایران میتونه کافی باشه که بتونن جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن. خب آقای قانیفر، ببینید این یک اصل جاری در عملکرد سیاست خارجی دولت هاست. دولت های مختلف فرق میکنه، چه دولت های مستبد چه آزادی کن. منتها
و اون چی منافع مشترک هست. حالا منافع ممکنه فرق بکنه که حتما فرق بکنه. همونطور که الان منافع مشترک بعضی از دولت‌های اروپایی و آمریکا با جمهوری اسلامی زمین ساز مماشات اینها هست یا حمایت. حالا بهانه هایی میارن که اگر این رژیم بره ما آلترناتیو نداریم، اگر این رژیم بره چه خواهد شد چه نخواهد شد، همه اینو بهانه است. منافع مشترک مردم ایران و مردم آمریکا یا منافع مشترک ایران و آمریکا رو شما به ما چه خواهید گفت در کمتر از 2 دقیقه؟ آیا دارن؟ آیا ندارن؟ برای ایران ممکنه با گواتمالا منافع مشترک زیادی نداشته باشه، ولی با آمریکا کمتر میشه گفت که ندارن. چه هست از نظر شما؟ منافع مشترک ملت ایران و ملت امریکا در یک چیزه و اونم نابودی فرمانفرمایی ملایان، و زمانی که رژیم ملا از بین بره هم به نفع ملت ایرانه هم به نفع ملت امریکا. این تنها جواب خلاصه یکی که میشه داد. و شما کمتر از 1 دقیقه وقت دارید بفرمایید. اگر ثبات در خاورمیانه رو بتونیم عاملی در نظر بگیریم برای اینکه ثبات سیاسی و اجتماعی، به خصوص ثبات اجتماعی در کشورهای اروپا و در کشورهای منطقه به وجود بیاد، تو قطع مسلم سرنگون کردن جمهوری اسلامی اون منافع مشترکی هستش که بین ملت ایران، ملت آمریکا، کشورهای منطقه و کشورهای اروپا وجود داره. سپاس بسیار. به پایان برنامه نزدیک شد. آقای قانیفند و همینطور آقای بابک شکرابی، با سپاس از بودن شما، حضور شما در برنامه، به امید دیدار در شماره‌های آینده تفسیر خبر. بینندگان گرامی، درباره دیدار این دو رهبر گروه‌های فلسطینی از تهران که زیر پوشش شرکت در مراسم مثلا مربوط به پزشکیان به تهران رفتن، من در کانال شخصی یوتیوب به طور مفصل صحبت کردم که امیدوارم وقت داشته باشید سری اونجا بزنید. مسئله ونزوئلا مون رو دستمون که باز هم بهش خواهیم پرداخت، دیر نخواهد شد. سپاس از شما به اتفاق رضا امین و بقیه همکارانم در تولید این برنامه. برای شما روزگار خوشی رو آرزو میکنیم و امید به فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد.